و تو برای همه فرمان روایی. توانایی و قدرت در دست توست و این در دست توست که بزرگی و بر همه نیرو می بخشی. اکنون ای خداوند ما، تو را سپاس می گویم و نام با شکوه تو را نیایش می کنم. آمین. 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 پس اول تواریک باب 29 10 تا 13 خونده شده و امروز میخوام راجع به قادر مطلق بودن خدا دوباره صحبت کنم. هفته پیش راجع به موضوع صحبت کردیم. تا حالا در این سری درس ها دیدیم خدا در خودش به طور کامل هست، هیچ چیزی کم نداره. دیدیم که خدا قدوس هست و هفته پیش هم نگاه کردیم به خدا قادر مطلق هست و چرا اجازه داد که بدی، پلیدی و گناه وارد جهان باشه. و امروز میخوام باهاتون صحبت کنم که اگر خدا قادر مطلق هست که هست، چه اثری روی طرز زندگی من میذاره، چه اثری روی طرز زندگی من میذاره. بیا با هم دعا کنیم. پدر جان، شکرگزاریم برای کلام تو و برای این فرصتی که میتونیم روی این موضوع خیلی مهمی با هم تفکر کنیم که تو قادر مطلق هستید و اگر این باور داریم و این میدونیم، چه اثری باید بذاره روی طرز زندگی ما. و کمک کنه خداوند که من با مس تو و با اقتدار تو صحبت کنم، چون که میخوام تمام جلال برای تو باشه و میخوام که امروز عزیزان از تو بشنوند. و به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین. فکر کنم کافی نیست که فقط بدونم که خدا قادر مطلق هست. فکر کنم این باید زندگی من را تبدیل بکنه. طرز فکرم، طرز حرکتم، طرزی که بشارت میدم، طرزی که تصمیم میگیرم، طرزی که دعا میکنم، این همیشه در نظر باید داشته باشم. هفته پیش دیدیم که این که خدا قادر مطلق هست و اجازه داد که پلیدی و گناه وارد جهان باشه، دیدیم که یه چیزایی روشن شد راجع به صفات خدا که اگر این اتفاق نشده بود، آدم و حوا که بیخبر بودن که محبت خدا چه شکلیه، چون که اونا کاملا اطاعت میکردن خدا را. اما در گناه که افتادن و ما هم که بچه های او هستیم و میدونیم که خدا ما را در زمانی که ما گناهکار بودیم، دشمن خدا بودیم، مرحله خدا زندگی میکردیم، خدا ما را دوست داشت و یه چیزای قشنگی از محبتش فهمیدیم. فهمیدیم که خدا کاملا قدوس هست و در مقابل ما تکون میخوریم و واقعا برای ما یه چیز خیلی مهمیه که بدونیم که با چنان خدایی ما روبرو هستیم که اصلا تأمل گناه رو نداره، اما به خاطر محبتش من و شما را دوست داشت و پسرش را فرستاد و او روی صلیب رفت به خاطر ما و فیضش را در کردیم. پس منظور درس هفته پیش این بوده که خدا میدونه داره چیکار میکنه. شاید ما شک داشته باشیم. کلام خدا میگه که فکرای خدا بالاتر از ماست و راههای خداوند بالاتر از ماست، یعنی خارج از درک ما هست. اما میدونیم خداوند به طور کامل کنترل مطلق را داره در تمام دنیا و به زندگی های ما. چطور خدا میتونه اینطور باشه؟ و سه تا خصوصیت های دیگر از خدا میخوام بهت معرفی کنم. هیچ چیزی نیست که خدا نمیتونه بکنه. و وقتی اینو میدونیم خیلی زندگی های ما را کمک میکنه و بعدن اینو بیشتر باز میکنم. هیچ چیزی نیست که خدا نمیتونه انجام بده. خدا همه هر چی دلش میخواد میتونه انجام بده. دوم، خدا همه چیز را میدونه. هیچ چیزی از خدا پنهان نیست. تمام اطلاعات، تمام خبرها را میدونه. یک بچه همیشه میرفت و از تاقچه شیرینی میدزدید و تو فکرش این بوده که اگه من چشمامو ببندم هیچ کسی نمیبینه که من شیرینی را دزدی میکنم، اما مادرش میدید. و ما وقتی که چشمای ما بسته است فکر میکنیم شاید خدا نمیبینه، اما خدا میبینه. یک ایرانی به من یه چیزی گفت که من خیلی جا خوردم. گفت که اگر شما کاری بکنی و
هیچ کسی، هیچ انسانی نببینه اون کار گناه نیست. مثل که فراموش کرده بود که خدا همه چیز را میبینه. پس خداوند همه چیز را میدونه، همه کار را میتونه انجام بده. و این خیلی جالبه، هیچ جایی شما نمیتونی بروید که اونجا حضور خدا نیست. خدا همه جا حاضره. یعنی نمیتونی تو یه گوشه بری، یه اتاقی بری، یه تاقچه‌ای بری، یه جایی بری که از خدا قایم باشید. من یه دونه اپ دارم روی تلفنم که میتونم ببینم که نواهام کجا هستن. وقتی تو سوار ماشین میشن و جایی میرن، من با تلفنم میدونم کجا رفتن و مواظبشون هستم. یکی سر کار رفت، یکی جای دیگر رفت. بعدم فکر کردم که ببین، من هر جایی برم، هر کاری بکنم، از حضور خداوند نمیتونم در برم. پس خدا میتونه قادر مطلق باشه به خاطر این خصوصیت هایی که همه، هیچ چیزی خارج از توانش نیست، همه چیز رو میدونه و همه جا حاضر هست. پس داوود که این دعا را میکنه که ما خوندیم، در زمانی که خودش پیر شده و به خاطر که داوود تو گناه افتاده بود، زنا کرده، خدا یک آرزوی بزرگی که داشت ازش برداشته، گفت نه داوود، به خاطر که تو پاک نموندی، به خاطر که تو گناه افتادید، من بخشیدمت، اما شما این افتخار رو نداری که این خانه عبادت رو تو بسازید، پسرت سلیمان این کاری میکنه. و داوود در آخرین روزهای عمرش چنان دعای میکنه که ما خوندیم، که از شکوه و جلال و قوت خداوند میخونه و در آخر عمرش برش کاملا ثابت شده که خدا کی هست و در حضور این خدا به زانو میاد و خدا را میستاید و میگه در جماعت، جلوی جماعت این اعتراف میکنه، به عنوان شای پیر این دعا را میکنه. پس ما میدونیم که بزرگترین نمونه قدرت خدا این هست که عیسی مسیح را از مردگان برخاست و این رستاخیز عیسی مسیح بزرگترین علامت قدرت خداست، چون که عیسی مسیح روی صلیب رفت و مرد و خداوند اونو بلند کرد. و در اول باب اول افسسیان میخونیم که اونجا میخونیم که میگه که همون قدرتی که خدا نشون داد با بلند کردن عیسی مسیح از مردگان، همون قدرت در ما هست. پس اگر این قدرت هست در ما، چجوری باید زندگی کنیم؟ چجوری باید زندگی کنیم؟ و میخوام بگم که این قدرت خدا، این قادر مطلق بودن خداوند، واقعا قدرت ما هم هست. یعنی ما باید یاد بگیریم با این قدرت زندگی کنیم، نه با قدرت خود ما. ما انسان ها هم تا یه حدودی قدرت داریم، یه چیزایی میتونیم انجام بدیم. و بعضی وقتا وقتی که مسیح شده این فکر میکنیم با قدرت خود ما باید پیرو مسیح باشیم، با توانی خود ما، با اراده خود ما باید شاگرد خوب باشیم. اما باید بدونیم که ما بدون اینکه پر باشیم با قدرت خداوند نمیتونیم جلو بریم. ما نمیتونیم خود ما را عوض کنیم و نمیتونیم دیگران را عوض کنیم. بعضی های ما خیلی دوست داریم دیگران را عوض کنیم، با فشار، با نمیدونم، با قول دادن، با یا با ترسوندن دیگران را. ما میخوام دیگران را عوض کنیم، اما نمیتونیم کسی را عوض کنیم. و وقتی که به این نتیجه رسیدی که نمیتونی بچه ها را عوض کنی، نمیتونی همسر را عوض کنی، نمیتونی رئیس سر کار را عوض کنی، اینا کاری که خدا فقط میتونه بکنه. اما به خاطری که خدا میتونه همه کار را بکنه، به ما امید بخشه. امید بخشه که وقتی روبرو هستیم با چیزایی که خیلی سخته، چیزایی که نتوان هستیم، میتونیم با ایمان داشته باشیم، میتونیم دعا کنیم، میتونیم بگیم خداوند اون چیزی که برای من خارج از توانی منه، اون چیزایی که به نظر میاد که امکان پذیر نیست، برای تو امکان پذیر هست اگر اراده تو باشه. در آیه 12 در همون دعا داوود میگه که ما را در مشکلات ما را بلند میکنه. یعنی منظور کلمه عبری این هست که وقتی ما در چوف میفتیم، تو مشکلات میفتیم، خدا این توانی داره که ما را بلند کنه.
یادم بود یه داستانی شنیده بودم، شاید شما شنیدید، که یه روزی یک راننده تریلی در ایران داره رانندگی میکنه و خیلی وضعش خرابه، خیلی بدهکاری داره، زنش میخواست طلاقش بده و به این نتیجه میرسه که فقط این تریلی را از کنار کوه بذاره پایین و تصادف بکنه و خودش از بین ببره. اما رادیو رو باز میکنه، رادیو باز بود و اون زمان میتونست با رادیوی مسیحای هم بگیره و همینطوری بازی میکنه با شبکه ها و باز میکنه و همون لحظه یه صدا میاد: هر چقدر مشکلت سخت باشه به فکر خودکشی نباش. و ایشان منتوش گفت: کی میدونست من میخوام خودکشی بکنم؟ خیلی تعجب کرد. ماشین همونجا ترمز زد، ماشین باریش رو، و گوش کرد به اون پیغامی که اون کشیش گفت. گفت: خدا توانی داره از بدترین سختترین مشکلات تو شما رو بلند کنه. به اون نگاه کن، به اون نگاه کن. و به اون نگاه کرد، به اون نگاه کرد و به ایمان مسیح، ایمان به مسیح آورد. بعدن در همون آیه میگه خداوند نه تنها میتونه بلندت بکنه، میتونه یک قوت غیر عادی به شما بده، تا یک قدرتی بده که قبلا نداشتید: قدرت بخشش، قدرت دوست داشتن، قدرت کمک کردن، صبر داشتن، تحمل کردن مشکلات را. و همونطوری که پولس رسولم تو فیلیپیان 4:13 میگه که شما هر کار رو میتونید انجام بدید با قدرتی که در عیسی مسیح دارید. من که تو دانشگاه بودم یه معلم داشتم که خیلی عشق برای مسیح داشت و یه روزی شهادتش رو میگفت. گفت که من و خانومم در یک شب بارونی ماشین ما پنچر شد و من و چرخ جلو بوده و من آمدم بیرون و جک رو گذاشتم و ماشین رو بلند کردم و درش سعی میکردم که این لاستیک رو عوض کنم و به خاطری که بارونی بود از پشت یک ماشین زد به ماشین من و من رفتم زیر ماشین و این ماشین روی سینه من افتاد و در نفس تنگی میکردم، در لی میشدم، در از بین میرفتم. و زن من که کوچولو بوده که جلوی این ماشین و این ماشین تو دست گرفت و گفت: در نام عیسی مسیح این قوت را به من بده. و این ماشین بلند کرد و من فرار کردم از زیر تمام بار این ماشین سنگین. گفت: من تا حالا باورم نشد که یک زن این کوچولو این انرژی و این قدرت داشته باشه که این ماشین بلند کنه و من نجات بده. اون روزی من قلبم به مسیح دادم، گفت این معجزه بود، زن کوچولو من این کار انجام بده. پس میدونیم که این که خدا قادر مطلق است باعث قوت خود ما هست در هر چیز، در هر چیزی که احساس میکنی نتوانی از اسم عیسی مسیح صدا کن، خودت تسلیم اون بکن و این قدرت را به شما میده که شما بتونی دوام بیاری و جلو برید. دیگران را عوض نکن، بسپر خدا عوض کنه. خودت را سعی نکنی با اراده، با فشار من آدم بهتر میشم، این کار نکن. خودت را تسلیم خداوند کن، گناهات را اعتراف کن، از خدا بخوای که تو را پر کنه با روحش و این خیلی مهمه. دومین چیزی که من فکر کنم زندگی فرق زندگی ما میکنه که خدا قادر مطلق هست، که این قدرت باعث آسایش ما هست، باعث آرامش ما هست که خداوند این قدرت داره. و الان میخوام بهت بگم که چرا. اولا ما میدونیم همونطوری که خواهر ما قبلا تو شهادتش گفت، چون که خدا قادر مطلق هست هیچ چیزی تو زندگی من نمیاد خارج از اراده خدا. ببین این من تسلی میده، به من تسلی میده که پدر آسمانی من بالا سر من هست و کنترل میکنه آن چیزایی که وارد زندگی من میشه. هیچ اتفاقی خارج از اراده خدا وارد زندگی من نمیشه. تو جلسه‌های قبلی صحبت کردم که اراده خدا دو شکلیه: یکی دستور میده و انجام میشه، یکی ارادش اجازه میده اتفاقایی باشه.
من یه روزی تو فرودگاه رفتم، خواستم پرواز کنم به یه شهر دیگر و وقتی اونجا رسیدم گفتم پروازت کنسل شده و شما فعلا نمیتونی برید. تمام مسافراتان داد زدن و اذیت شدن و ناراحت شدن. من رفتم یه جایی نشستم، کتاب خوندم، یه کافی گرفتم، گفتم خدایا همه چی تحت کنترل توست، اگر نباید با این پرواز برم نمیرم با این پرواز. بعد دونه دونه ما رو صدا کردن جلو و من آخرین شخصی بودن که صدا کردن و گفتن که بله ما شما رو میذاریم به یه پرواز بعدی و چون که دیگه جا تمام شده مجبوریم شما رو تو درجه اول بذاریم، تو فرست کلاس بذاریم اگر اجازه میدی. گفتم دست در من خداوند، ما رو تو فرست کلاس گذاشتی. من دیدم که چه فایده بود که داد بذارم، فریاد بذارم که چرا مثلا این کمپانی خرابکاری کرد. خداوند گفت که همه چی تحت کنترله، من میخواستم تو با راحتی برید، تو نهارم بهتم بدن تو فرست کلاس. پس اونجا من یاد گرفتم که چه فایده داره که پافشاری کنم روی چیزایی که خارج از توانی منه، چیزایی که اتفاقا میشه دست خداست و بهتره که بپذیرم. البته این باعث نیست که من مسئولیت خودم قبول نکنم و کار نکنم، منظوری نیست. منظور این که ما آسایش داریم، آرامش داریم که همه چیز تحت کنترل خداست. همچنین می دونیم که خداوند این اتفاقایی که پیش میاد مقصودی داره و مقصودش این هست که این اتفاقایی که میاد برای اصلاح ماست، برای حرش شدن ماست، برای تبدیل شدن ماست. وقتی من تو دانشگاه بودم یک کاری گرفتم تو یک کلیسا، من مسئول جوانا کردم و وقتی که من رفتم اونجا گفتن که بله ما نزدیک 70 تا جوانا داریم که شما شبانی کنین جوانا را. خب این روز اول که من رفتم این هفته آمدن، من سعی کردم درس بدم و اینا. هفته بعدش نصفش نیامدن، تا آخر ما فقط 3 تاشون می آمدن و همه از من ناراحت بودن، گفته اصلا این آمر آوردی ما با این چه کار کنیم. خب این برای من خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده، اما چون که باورم این بوده که خدا مقصودی داشت و من رفتم از خدا پرسیدم که اشتباه من چی بوده، من چی کار کردم، و خدا من تو اشتباهی نکردی، من میخواستم فقط تو بدونید که تو هر جایی برید موفقیت از تو نیست، موفقیت از منه. تو هر جایی برید اگه برکت هست از من نیست. فکر نکنید تو خیلی اصطلاح قوی هستی، تو خیلی خوبی و خدمت بکنی به خاطر شخصیت توست. پس یه درس خوبی یاد گرفتم که من نیستم، نه من نیستم. اگر که اتفاقی باشه خدا کاری بکنه دست خداوند هست و من تسلیم هستم. یاد گرفتم و همچنان میدونیم به خاطر آسایش داریم در این که خداوند در قدرت هست، چون که در رومیان 8:28 میگه همه چیزا میچرخه برای خیریت ما که او را دوست داریم و او را اطاعت میکنیم. پس کار من این است که مسیر دوست داشته باشم، او را اطاعت بکنم و ایمان دارم که او همه چیز درست میکنه برای خیریت من و برای جلال خودش. پس میدونم که خدا قادر مطلق است، خدا قدرت من است، قوت خداوند آسایش من هست و همچنین فکر کنم قدرت و این بزرگواری خداوند باعث اطمینان من هست برای همه چیز، مخصوصا در تصمیم گیری. ما هر روز روبرو هستیم با تصمیم گرفتن و شاید فکر کنی که اگه خدا قادر مطلق هست تصمیم ما چه فایده داره، همینطوری بگم خداوند هر چی میخواد بکنه. نه، خدا میگه که تو باید تصمیم بگیرید، تو باید تصمیمای درست بگیرید و اگه تصمیم اشتباه هم گرفتید خدا میگه که من میتونم از اون اشتباهات هم استفاده کنم. سال پیش تو ترکیه بودم و یک پناهنده ایرانی آمد و خیلی ناراحت گفت من چه اشتباهی کردم، چه غلطی کردم، ایران رو ترک کردم، آمدم ترکیه، اینجا هیچی ندارم، زندگیم به باد رفت و همینطوری میگفت و میگفت. بعدن گفتم که تو مسیح هستی؟ گفت بله. پس اگر مسیح هستی میدونی که اگر این تصمیم اشتباه بوده خداوند میتونه از این تصمیمم برکت بده. گفتم در ترکیه چه اتفاقی شد؟ گفت من تو در ترکیه مسیح شدم. گفت آها، پس شاید اشتباه نبوده،
خداوند شما را بود اینجا تا پیغامش رو بشنوید. آمده اینجا که در یه محیط بتونی رشد کنید. بخواستم حالیش بکنم که ما اشتباه ها میکنیم در دید ما، اما مقصود خدا همیشه هست. خداوند از اونا استفاده میکنه و به ما یاد میده که راه های او و فکرهای او بالاتر هست. اما وقتی ما تسلیم او هستیم، چون که در رومیان باب 12:1-2 میگه که اگر میخواد تشخیص اراده خدا را داشته باشیم، این هست که فقط هر روز خودمان را تسلیم او بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. یعقوب میگه انسان برنامه ریزی میکنه، اما خدا هست که اون برنامه را اجازه میده که پیاده باشه. میگه شما برنامه ریزی بکن برای فردا، پس فردا، بله فکرش بکن، اما خودت تسلیم خداوند بکن، چون که خدا قادر مطلقه. خداوند همه چیز را میچرخه برای خیریت شما و اونجا شما میتونی راحت باشی که خداوند شما رو در کنترل هست. در دعا، بعضی میگن خب چرا دعا کنم؟ اگه همه چیز دست خداست، اگه خدا همه کار انجام میده، چرا دعا کنم؟ و جالبه که خدا در نمیدونم چه جوری، اما در برنامه ریزی خدا اجازه میده که دعاهای ما اثر بذاره روی اون چیزایی که در آینده پیش میاد. البته دعاهای ما که در چارچوب ارادش هست، دعاهای ما که با دل پاک و با دل اعتراف کردن، با دل تسلیم کردن، خداوند میگه دعا کن برای هدایت خدا، دعا کن برای قدرت خدا، دعا کن که خداوند شما رو تبدیل کنه و دیگران تبدیل کن. دعا رو فراموش نکن. خدا گفت من دعا به شما دادم که شما بتونید در دعا با من همکاری بکنی در دنیا. و خداوند میگه که وقتی دعا میکنی با من همکاری میکنی در انجام دادن هدفهای خود خدا. چقدر دعا قشنگ هست. خب یکی شگر فکر کنم قدرت خدا هم ما را به پرستش و ستایش میکشه. همونطوری که داوود در این دعایی که کرده همش دلش پره با ستایش و پرستش، و ما هم به خاطر اینکه خدا قادر مطلق است، به خاطر که او قدرت ماست، به خاطر که او این قدرت آسایش ماست، این قدرت به ما اطمینان میده که چجوری زندگی کنیم، ما هم نتیجه این هست که هر روز هر زمانی که میتونیم خدا را بپرستیم، ستایشش بکنیم. الان میگه با ستایش وارد دروازه های من باش. با ستایش و پرستش به حضور خداوند میاییم و در حضور خداوند قوت او و هدایت او را میگیریم. در پرستش گناهاتان را اعتراف کن، خودت را تسلیم خداوند بکن و اجازه بده که خداوند در شما کار کنه. همچنین قدرت خدا به ما راهنمایی میده که چجوری بشارت بدیم به دیگران. ما میدونیم که ما بشارت میدیم، اما خدا نجات میده. این دست خدا هست. خدا کار میکنه تو دنیا، ما نمیدونیم در دلهای کی خدا کار میکنه. خداوند گفت شما هیچ وقت نتیجه گیری نکن که یه نفر انتخاب نشده. شما به همه این پیغام را تا میتونی برسونی. خداوند هست که دیگران را قانع میکنه که نیاز به نجات دارن. خداوند هست که دو درهایی باز میکنه برای نجات. با یه داستان میخوام تمام کنم. یک مبشر سالای پیش در ایران تو ماشین داره رانندگی میکرد طرف های یه شهر دیگه و ماشینش پر بود از کتاب مقدس. سر را فرمان ماشین گیر میکنه، مجبوره که همونجا بیسته و جایی که وای میسته دو تا دهاتی اونجا ایستادن. بلند میشه از ماشین که ببینه چیکار کنه که ماشینش رو درست کنه. این دو تا دهاتی گفتن که خب آوردید؟ گفت منظور چه آوردن؟ گفت خدا به ما گفت که اینجا وایستیم و یک نفر میاد و کلام خودش را به ما خواهد داد. آمین. این گفت که وای ماشینم اینجا خراب شد، خداوند این موقعیت را فراوان کرد و یه جعبه کتاب مقدس به اینا داد، با اینا دعا کرد و اینا رفتن دوباره ماشینش روشن کرد، این فرمانش
قشنگ کار میکنه، هیچ اتفاقی نشده، بلند میشه و میره. میگه خدایا من میخواستم اینجا بشارت بدم، تو این در باز کردی. عزیزان همیشه منتظر باش که خدا دری باز خواهد کرد که شما بتونید یا به زبان بیارید یا با اعمالت از عیسی مسیح شهادت بدی و بشارت بدی. پس چطوری ما باید زندگی کنیم؟ با اینکه خدا قادر مطلق است، او قدرت ماست، اون این حقیقت باعث آسایش و آرامش ماست، این قدرت باعث اطمینان و قوت ماست، این حقیقت باعثه که ما اهل عبادت و پرستش خدا هستیم، و این حقیقت باعث میشه که ما میدونیم خداوند درها را باز میکنه که ما بتونیم از او بگیم و بشارت بدیم. بیا با هم دعا کنیم. خداوند شکرگزاریم به نام عیسی مسیح که تو قادر مطلق هستی. به ما نشون بده که چجوری باید با این حقیقت کنار بیاییم و زندگی کنیم. این قوت را در ما پیاده کن. این دید را بر ما زندگی کن. زنده کنه خداوند که بتونیم در نام تو و برای تو زندگی کنیم امروز. آمین. و این چیزا در نام مقدس عیسی مسیح می طلبیم. آمین. آمین.